افضل رضا کارشناس امور پاکستان و افغانستان از اسلام آباد با ما هم رسن. آقای افضل رضا سلام و عرض ادب. بنده نظر سلام دارم خدمت شما همکار گرامی و همچنین بینندگان محترم شبکه امام حسین علیه السلام. بله آقای افضل رضا، با هم گزارش رو دیدیم، به چه دلیل عمران خان و نواز شریف رد صلاحیت شدن و آیا امکان تایید صلاحیت مجدد این نخست و این دو نخست وزیر سابق وجود داره؟ ممنونم، توضیحات بسیار سازنده از توی گزارشگرمون ارائه شد. البته پرونده دیگر علیه آقای نواز شریف که 5 سال پیش زمان نخست وزیر این کشور بود فعلا در میون نیست و الان همه چی بستگی به حکم آینده دیوان عالی پاکستان داره که آیا دیوان عالی با سلب صلاحیت مادام العمر آقای نواز شریف برای لغوش موافقت خواهد کرد یا نه. ولی اونجوری که بالاخره آقای نواز شریف بعد 4 سال خارج نشینی به پاکستان برمیگرده و این مسیر هموار میشه واسش، مجازاتش تعلیق میشه و در 2 پرونده تبرئه میشه و از اون سو آقای عمران خان به عنوان نخست وزیر برکنار شده و یکی از مخالفان سرسخت نواز شریف و حزبش، به نظر میرسه که راه برای آقای نواز شریف هموارتر هستش تا آقای عمران خان. آقای عمران خان هرچند تونسته از طریق مدافعان حقوقی خودش از 2 حوزه انتخاباتی میانواری و شهر لاهور برای شرکت در انتخابات عمومی ماه آینده در یعنی ماه فوریه شرکت کنه، ولی به نظر ناظران سیاسی بعید به نظر میرسه که کمیسیون انتخابات با صلاحیت ایشون موافقت کنه و دوباره سر همون حکمای قبلی که 5 سال سلب صلاحیت شده این بارم از شرکت در انتخابات باز بمونه. بله، در صورت تایید یا رد صلاحیت این دو نخست وزیر در رابطه با آرایش سیاسی پاکستان در انتخابات پیش رو مختصرا توضیح بفرمایید. اون چیزی که به نظر میرسه خیزه که آقای نواز شریف به حزبش گرفتن واسه به دست گرفتن مجدد قدرت در پاکستان و عرصه سیاسی برای حزب آقای عمران خان هم هر روز داره تنگتر میشه. به نظر میرسه که خیلی راحت آقای عمران خان از عرصه انتخابات کنار گذاشته بشه و راه برای نواز شریف و همکارانش واسه تشکیل یک دولت جدید هموار بشه. البته آقای نواز شریف هم مدعی هستش که به زودی میتونه این رأی رو از دیوان عالی بگیره و اگر دوباره قدرت در پاکستان به دست بگیره میتونه کشور رو از این جنجال سیاسی و اقتصادی نجات بده.